دهها روزنامه‌نگار در یکی از تالارهای وزارت خارجه فرانسه در انتظار برگزاری کنفرانسی هستند که قرار است آقایان کوشنر وزیر خارجه، محمد مصطفایی وکیل و برنار هانری لوی نویسنده و فعال حقوق بشر درباره وضعیت خانم سکینه محمدی آشتیانی سخن بگویند. پیش از کنفرانس دیداری بین این سه تن در پشت درهای بسته انجام گرفت. Un héros des droits de l'homme, un avocat si courageux qu'il a dû quitter son pays. آقای کوشنر در ابتدا ضمن خوشامدگویی با اظهار تأسف از دلیل این گردهمایی گفت که وکیل شجاع کشورش را ترک کرد تا صدای موکلینش باشد. حکم سنگسار یعنی وحشیگری. محمد مصطفایی connaît en effet mieux que personne l'affaire Sakineh qu'il défend depuis le début. برنارد-هنری لوی نیز گفت محمد مصطفایی بیشتر از همه ما می‌داند. او از ایران فاصله گرفت چون خانواده‌اش در خطر بودند. او قانونی ترین فردی است که در اینجا می‌تواند سخن بگوید. محمد مصطفایی نیز از وضعیت حقوق بشر در ایران سخن گفت و خطاب به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها ادامه داد: شما وکیل واقعی سکینه‌ها هستید. نیاز به این دارن که دولت‌ها دخالت بکنن در مورد وضعیت حقوق بشر، نه در ایران بلکه در تمام کشورهای جهان. در حال حاضر بحث سنگسار که مجازاتی غیر انسانی است، مجازاتی است وحشیانه، گریبان تعدادی از محکومین رو در ایران گرفته و از جمله اونها و مهمترین اونها در حال حاضر خانم سکینه محمدی آشتیانی. ما هیچ وقت نمیتونیم خودمون رو جای خانم سکینه محمدی آشتیانی قرار بدیم. Deux dernières questions. Une question. Est-ce que Monsieur Kushner vous êtes prêt à faire la même chose que le président brésilien, c'est-à-dire در پایان کنفرانس از آقای کوشنر پرسیدیم آیا ایران مانند برزیل حاضر است به سکینه محمدی آشتیانی پیشنهاد پناهندگی بدهد؟ Vous-même, bien sûr. Mais vous avez vu la réponse qui fut adressée au président brésilien. ما البته که بله، ولی دیدید که چه پاسخی به رئیس جمهور برزیل دادند. پرسیدیم شما ناامید هستید؟ Non, je ne suis pas désespéré. Si j'étais désespéré, je ne serais pas devant vous. Au contraire, nous sommes plein d'espoir parce que le mouvement déclenché, je le répète. نه، من ناامید نیستم وگرنه اینجا نبودم. 100,000 امضا جمع‌آوری شده و در حیطه تلاش دیپلماتیک با 27 دولت اروپایی در تماس دائم هستیم. در پایان به آقای کوشنر گفتیم آیا شما شخصاً پیامی برای خانم سکینه آشتیانی دارید؟ Il faut qu'elle tienne le coup, que personne ne l'abandonne, que le monde entier pense à elle. به او بگویید که مقاوم باشد و تحمل کند. دنیا به او فکر می کند. آنچه که ما کرده ایم جهانی است و در عین حال شخصی و انسانی. او همزمان سکینه ما و سکینه جهان است. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.